خب قبل از اینکه از مبحث ویو یا به اصطلاح اون چیزایی که شما تو داخل دیتابیس ذخیره میکنید که بعداً ازش استفاده بکنید بگذریم، میخوام یه مقدار دیگه در موردش صحبت بکنم و بگم که شما چه استفاده میکنید. فرض بکنید که ما یه همچین کوئری رو داریم. خب همون کوئری قبلی هیچ فرق نمیکنه، اینقدر نوشتم که دیگه شما حفظ شدید و خب ما این رو از داخل دیتابیس آلبوم داریم میبینیم. 5 دقیقه و 20 ثانیه میبینید که یه همچین کوئری رو داریم. من میخواستم دو تا جلسه قبلی دیدی که من اومدم کوئری رو جوینش کردم، یه مقدار کامپلکسش کردم و یه همچین چیزی در اومد. اگر بالا نگاه بکنید یه همچین چیزی در اومد دیدید. و خب من میتونم اینو به صورت ویو سیو بکنم و ازش استفاده بکنم. ولی اینجا نگاه بکنید چی کار میکنیم. اینجا ما میایم یه ویو دیگه درست میکنیم از همینی که ما داریم. یعنی من میام دقیقاً این رو کپی میکنم، دوتا لاین رو میام بالای اون چیزی که من دارم پیستش میکنم. نگاه بکنید همینی که ما اینجا داریم. وقتی این ویو درست شد گور بزنم، خب ویو درست میشه، چیزی به شما بر نمیگردن چون فقط ما ویو رو درست کردیم. اما دیگه میتونم از این ویو جوین آلبوم استفاده بکنم. یعنی اینجا دیلیت بکنم اینجا همه لاین رو و بیام تنها کاری که انجام بدم اینه که بیام به اصطلاح تمام کوئری قبلی دیدیم اینجا نوشتیم، درسته؟ و ببین اینجا چقدر نازک میشه اینجا به این صورت در بیار. اینجا گفتیم که آرتیست، آلبوم، ترک و ترک نامبر رو در بیار و تنها گفتیم که این کار انجام بده از جدول جوین آلبوم. میبینید اینجا این رو، یعنی تمام این کارهایی که ما کردیم، میخواستیم این بالا بیایم نگاه کنیم، این بود دیگه کوئریمون از این جدول که اینو داخل یک کوئری سیف کردیم و حالا دیگه اوردرش نکردیم. اومدیم گفتیم که این کارا رو میتونیم اوردرام بکنیم، ولی نگاه بکنید من از جوین آلبوم استفاده میکنم اینجا و گور میزنم. نگاه بکنید اینجا قشنگ من برمیگردم. پس اینجا میتونید از جوین استفاده بکنید، جایی که میخواهید از یه جدول دیگه استفاده بکنید، دیگه نمیخواد همه چیز رو کامپلکس بکنید. ویو ببینید، حالا دیگه بریم ویدیو بعدی. اپلیکیشنی که شما خیلی درخواست میکنید من ازش در رابطه باش ویدیو درست بکنم، نویکت. توجه بکنید داخل این به اصطلاح حالا ما MySQL داریم یا حالا هر چیزی، من یک به اصطلاح دیتابیس همینجوری معمولی رو باز بکنم، فوتو گالری که از درس PHP ساختم، این هنوز از اون موقع مونده. این بالا نگاه بکنید ویو داریم و خب این ویو هنوز ساخته نشده. ما میتونیم ویو درست بکنیم و ویو ها به صورت یه جدول دیگه میبینید، بغلش عینک هم زده، یعنی میتونید ویو ها رو اینجا ببینید. اینا یه جدول های هستن که مثلا شما این جدول رو با این جدول جوین کردید و ازش ساختید. حالا کوئری که شما میتونید توی این اپلیکیشن بسازید، حالا ما داریم مدل ها رو میبینیم. خب اگر نمیخواستیم مدل ها رو ببینیم به اصطلاح خیلی چیز میشد، سخت‌تر میشد واسه شما. و حتی میبینید که فانکشن ها رو هم اینجا میتونید فانکشن درست بکنید برای خودتون. اینا کاری هست که داخل MySQL انجام میشه. حالا من اگر یه کانکشن دیگه درست بکنم به اسم SQLite، چون من دارم از SQLite صحبت میکنم، اسمش رو میذارم SQLite. خب و میرم میگه که کجاست دیتابیس هات، فایل های دیتابیس هم، و میرم داخل سایت و میرم توی SQLite. حالا این مقدار سب بکنید من این رو پیدا بکنم و اینجا SQLite داریم. من به جای که برم SQLite میرم داخل PHP Lite Admin، فکر میکنم اونجا همه رو سیف کردم اگر اشتباه نکنم. بله اینجاست. و خب میگه دیتابیس اسمش چیه، من میگم مثلا بیا همین World رو انتخاب بکن، چرا که بریم راه دور، همین World رو انتخاب بکن. حالا این کانکشن ما درست شده و این دیتابیس World. من اینجا میتونم چیکار بکنم، Auto Layout رو بزنم و این همش Layout میشه. میبینید اینجا جدولی هستش که T جدول A و B ساختیم. میتونم اینجا بیام دیتابیس World رو انتخاب بکنم و همینجا دراپش بکنم، یا اینکه میتونم چیکار بکنم اینجا راست کلیک بکنم و خیلی راحت بیام اینجا چیکار بکنم، دراپش بکنم. چطوری دراپش بکنم این رو؟ ما زیاد با این اپلیکیشن کار نکردیم ولی نگاه بکنید الان میریم دراپش میکنیم. دیلیت تیبل گو و خداحافظ رفت پی کارش. حالا فرض بکنید که ببینید اینجا ما بالا برای MySQL یه چیز دیگه داشتیم، منیوها رو نگاه بکنید. برای PostgreSQL منیوها بیشتره، others داریم. میبینید برای PostgreSQL چون دیتابیس قوی تری از MySQL هست و اینجا میبینید که others داره به شما operation, index, domain
aggregate conversion و خیلی چیزهای دیگر رو نشون میده. اما MySQL یه چیز دیگر رو نشون میده. این بالا others نداریم، event داریم، query داریم و خیلی چیزهای دیگر. اما نگاه بکنید SQLite trigger داریم. trigger رو الان در موردش صحبت خواهم کرد. trigger نمیدونید چی هستش، اما در موردش گفتم صحبت خواهم کرد. view هایی که ما اینجا برای این world داریم نشون نمیده و ما برای album view ساختیم اگر یادتون باشه. ما برمیگردیم اینجا میگیم یه کانکشن دیگه درست میکنیم SQLite و اسمشو میذارم مثلا آلبوم. خب و میگه دیتابیس فایلات کجاست، آلبوم رو انتخاب میکنم و گو رو میذارم. به همین راحتی آلبوم درست شد. حالا نگاه بکنید ویوار رو میبینید، جویند آلبوم یه ویو ساخته شده. من اگر اینو بخوام باز بکنم میبینید نتیجه رو داره من اینجا نشون میده. این همون چیزی هستش که شما دارید اینجا میبینید. آرتیست آلبوم ترک ترک نامبر و دیوریشن میبینید. آرتیست آلبوم ترک نامبر و دیوریشن. اما دیوریشنی که ما اینجا داریم میبینیم خب دیگه ویو نیست. چون ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه اینجوری نوشتیم. حالا من میتونستم این رو هم به صورت ویو در بیارم. یعنی چی؟ یعنی میتونستم بیام بگم create view، اسمش رو میذاریم join track و as رو بهش اضافه میکنیم. یادتون باشه مال آلبوم باشه. حالا من گو ببینید این خودش یه ویو هست. ما داریم یه ویو دیگه میسازیم بر اساس این ویو. ببینیم آیا میشه یا نه. گو میزنیم. چرا که نمیشه؟ میشه. پس اینجا ساخته شد برای ما. الان برگردم اینجا ریفرش بزنم، دو تا ویو داریم ما اینجا. اینا هر کدومش میبینید یه جدول جدید دارن به ما میدن. حالا ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. حالا اینا کارهایی که با SQLite میتونید اینجا انجام بدید. حالا بر فرض من میرم روی این تیبل کلیک میکنم و روی این آلبوم. می دو تا بیشتر تیبل ندارم، یکی آلبوم یکی ترک. حالا شما میخواهید ادیت کنید اینجا. من سعی میکنم آخر این درس یه توضیح در مورد این افزار بدم، چون خیلی برام ایمیل میاد که چطوری میتونیم از این استفاده بکنیم، چون تنبر زیاده. ولی خب من اومدم دستوراشو به شما یاد بدم، نیومدم طرز استفاده از نرم افزار یاد بدم. ولی باز هم در موردش صحبت خواهیم کرد. و اینجا در آخر میبینید که اطلاعات رو میتونید بگیرید، اگر بخواید میتونید ریفرش بزنید ببینید اوضاع چه قراره و حتی میتونید SQL تونو بنویسید. اما فعلا طولش نمیدیم تا در درسای SQLite تمام بشه شما بفهمید اوضاع چه قراره. اینطوری اگر من این نرم افزار رو الان یاد بدم به شما، شما دیگه نمیتونید بفهمید چیزایی که من در آینده توضیح خواهم داد.